با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان خوب و عزیز در مام میهن. آن سوی خبر امشب آدینه هفتم اسفند ماه ایرانی را میگشاییم همچون همه شب با مروری بر سرفصل اهم اخبار ایران و جهان در طول 24 ساعت گذشته. تخریب گسترده تمامی آثار باستانی چند هزار ساله کشور عراق در شهر موسل، پایگاه گروه تروریست و ویرانگر داعش، با ویرانسازی تندیس‌های تمدن آسوری و کلدانی‌ها، همینطور شناسایی جلاد انگلیسی تبار داعشیون که جلوی دوربین سر یک یک اسرای خود را می‌برید، واکنش‌ها به انتشار اظهارات دستیار روحانی مبنی بر نقض حقوق بشر گسترده در محاکم و زندان‌ها از سوی گروه‌های خودسر در ایران، سقوط یک بالگرد در ارتفاعات با برجای گذاشتن 3 کشته و بالاخره محکومیت 6 ایرانی متهم به ربودن عباس یزدان پناه یزدی در دبی از سوی پلیس امارات، در واقع اهم مطالب و موضوعات خبری و تحلیلی بودند که در ایران و جهان به وقوع پیوستند. همینک مرور می‌کنیم بر رویدادهای منتخب و برگزیده امشب آن سوی خبر. نخست، اظهار گلایه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مشی مذاکراتی آمریکایی‌ها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که آمریکایی‌ها باید گام‌های اشتباهی را که برداشته‌اند اصلاح کنند. روحانی در گفتگو با رسانه‌ها در شهرستان قم می‌گفت تلاش ما این است که با مذاکرات حربه تحریم را از دست دشمن خارج کنیم، چرا که تحریم ناحق ظالمانه و ضد حقوق بشر است و برای این منظور مذاکرات بهترین راهکار است. رئیس جمهور ایران می گفت در مذاکرات نیز به گونه ای عمل کردیم که اگر موفق شویم نتیجه مورد نظر به دست آمده و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد هم دنیا این گونه قضاوت می کند که مقصر طرف مقابل ماست. روحانی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که آیا نقش آمریکایی‌ها در پرونده هسته‌ای ایران سازنده بوده یا غیر سازنده، اظهار می‌کرد که البته این مشکلات را آمریکایی‌ها به وجود آورده‌اند و اگر آنها نبودند ایران قطعاً در پایان سال 2004 با 3 کشور اروپایی به توافق می‌رسید. گزارشی از سخنان آقای روحانی در این نشست رسانه‌ای در بخش گزارش‌های برنامه امروز به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید که همکاران گروه گزارش روز به تفصیل ارائه خواهند کرد. ادامه می‌دهیم برنامه امشب آن سوی خبر رو با همین زمینه و همین موضوع. در سوی دیگر، اظهار امیدواری که از مردان مذاکره هسته‌ای قرار دارد که از نوسان این مذاکرات نفسگیر خبر می‌داد. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گفت که در دور اخیر مذاکرات ژنو درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا، در روز پنجشنبه 7 اسفند ماه مجید تخت روانچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران که به دانمارک سفر کرده در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور می گفت که در دور اخیر مذاکرات ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمد که امیدواریم در مذاکرات هفته آینده بتوانیم قدم‌های مثبت بیشتری برداریم. آخرین دور مذاکرات دو جانبه ایران و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 4 اسفند در ژنو در حالی به پایان رسید که طرفین ارزیابی مثبتی از آن داشتند، به طوری که جان کری وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد که پیشرفتی در کار حاصل شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفت که درباره کلیات توافق حاصل شده و تنها جزئیات باقی مانده است. از سوی دیگر در همین هفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران نیز روز چهارشنبه 6 اسفند ماه گفت که از نظر زمانی مقید هستیم، حد اکثر تا 11 فروردین ماه سال آینده مذاکرات به فرجام برسد. ادامه برنامه با رویدادهای دیگر از ایران.
تازه ترین تهدیدها و هشدارهای نظامی با اظهارات یک نظامی سپاهی در حاشیه رزمایش جنجالی حوالی هرمزگان که اعلام داشت یگان ویژه برای مقابله با هر تهدیدی آماده است. جانشین یگانهای ویژه نیروی انتظامی می گفت این یگانها با توجه به توانمندیها و آموزشهای حرفه‌ای آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدید و مسئله‌ای که امنیت کشور را تهدید کند دارد، که احتمال سرکوب شهروندان معترض با مطالبات مدنی نیز در این راستا جای می‌گیرد، که نمونه آن در هفته گذشته با دستگیری و بازداشت طرفداران منتقدین حبس آیت الله نکونام در قم و همینطور ضرب و شتم جمعی از شهروندان معترض عرفان حلقه به اوج این توانمندی در سرکوب‌های شهری از سوی یگان ویژه ناجا نزدیک است. در هر روی به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سردار حبیب الله جان نصار در حاشیه رزمایش پیروان ولایت یگان ویژه ناجا اظهار می‌کرد که نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی برای تحمل شرایط سخت در راستای حفظ و آمادگی برای انجام عملیات و پشتیبانی از همه مأموریت‌های این نیرو در پادگان‌ها آموزش‌های تخصصی می‌بینند. ایشان اشاره می‌کرد که در واحد حرفه‌ای رهایی گروگان نوپو نیروهای ویژه پاسداران ولایت اولین رزمایش عملیات اختصاصی این واحد در استان گیلان برنامه‌ریزی شد که طی چند روز گذشته عملیات در تالاب‌ها، سواحل دریا، رهایی در جنگل و مناطق صعب العبور جنگلی و عملیات رهایی در هواپیما، اتوبوس، قطار و ساختمان انجام شد و امروز اختتامیه این رزمایش به منظور به نمایش گذاشتن بخشی از این توانمندی‌ها در رشت به اجرا درآمد. و اما سویه‌های تازه از اعتراضات نظامیان به سخنان علی یونسی. در این راستا روزنامه جوان در شماره دیروز خود در نخستین واکنش علی یونسی وزیر اطلاعات نظام ولایت فقیه رو به خاطر انتقاد از اوضاع حقوق بشر رسما ضد انقلاب نامید که در کمپ ضد انقلاب سخن میگوید. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران علی یونسی دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری رو به همراهی با ضد انقلاب متهم کرده است. یونسی که دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است، دو روز گذشته به خبرگزاری‌ها گفته بود که در زندان‌ها و دادگاه‌های ایران حقوق بشر به صورت گسترده نقض می‌شود. آقای یونسی در دولت اصلاحات محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود که همینک در زمره ضد انقلابیون از سوی روزنامه نظامیان سپاه نام گرفته است. این روحانی می گفت همکنون هم در زندانها و محاکم و در خیلی جاها نقض حقوق بشر صورت می گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تون رو دیده می شود و جمهوری اسلامی باید بتونه از دست اینها خلاص شود و من بهترین جا رو برای گروه های تون رو مجلس می دانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند، اما در مراکز قدرت که حقوق مردم رو نقض می کنند حضور نداشته باشند. این دستیار روحانی در اظهارات خود همچنین گفته بود که هویت عامل قتل زهرا کاظمی عکاس خبری ایرانی کانادایی کاملا روشن بود، ولی اجازه پیگیری این موضوع به مقامات وقت داده نشد. یونسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تلاش دولت روحانی برای پیگیری حقوق شهروندی می گفت که پیشنویس قانونی در همین زمینه آماده شده است و در همین رابطه اشاره می کرد که باید این پیشنویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود، که گویا گلایگی آشکار داشت به ترکیب مجلس کنونی که می بایستی تغییر کنه. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان برسانم که علی یونسی پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای سمت وزارت اطلاعات در دولت خاتمی رو بر عهده گرفته بود. ایشان می گفت که رعایت حقوق شهروندی فقط دست دولت نیست و خیلی از سازمان‌های دیگر نیز باید همراهی کنند، در حالی که بعضی از آنها همراهی نمی‌کنند. تندروهای هم وجود دارند که در اختیار هیچ کس نیستند و بسیاری از این تندروها در مراکز قدرت نفوذ کردند و خودشان عمل می‌کنند، که البته به نام جمهوری اسلامی تمام می‌شود. که اظهار موضع و واکنش سپاه پاسداران بیانگر این می‌تواند باشد که این گروه این اظهارات را به خود گرفته است. آن سوی خبر را ادامه می‌دهیم با چند رویداد منطقه‌ای که در طول 24 ساعت گذشته
بسیار از سوی کاربران عرصه اطلاع رسانی هم مورد توجه و هم مورد تأسف ساکنان سرزمین پیر و ارادتمندان تمدن بشری در عراق شد. داعشی ها این بار از سربریدن آدمیان اندکی دست کشیده و به سراغ آثار تمدنی سرزمین نینوا و ویرانسازی همه موزه های شهر موسل پرداختند. یک فیلم ویدئویی که در فضای اینترنت با نام گروه دولت اسلامی موسوم به داعش منتشر شده، شبه نظامیان این گروه را در حالی نشان می‌دهد که مجسمه ها و آثار باستانی دوره آشوری ها و پیش از آن را که به هزاران سال پیش باز می‌گردد منهدم می‌کنند. این آثار باستانی در موزه شهر موسل قرار داشت. این فیلم ویدئویی که دفتر اطلاع رسانی ولایت نینوا وابسته به داعش آن را منتشر کرده نشان می‌دهد که آثار باستانی که بسیاری از آنها به تمدن آشوری باز می‌گردد توسط شبه نظامیان این گروه بر روی زمین افکنده می‌شود و یا با تبر منهدم می‌شود. آشوری ها در قرن هفتم پیش از میلاد در عراق حکومت می کردند. در این فیلم ویدئویی یکی از تندروها می گوید رسول خدا به ما دستور داده بت‌ها را از میان برده و نابود کنیم. صحابه هم پس از فتح کشورها همین کار را کردند. نابود کردن این بت‌ها به امر رسول خدا برای ما آسان شد و برای ما مهم نیست اگر میلیاردها دلار نیز ارزش داشته باشد. در همین رابطه و راستا یک کارمند سابق در موزه شهر موسل می گفت به نظر می رسد مجسمه ها و آثار باستانی منهدم شده همانهایی باشد که در موزه مشهور شهر از آنها نگهداری می شد. کارشناسان می گویند که آثار منهدم شده شامل قطعه های اصلی، قطعه هایی بازسازی شده پس از تک تک شدن آنها و همچنین نسخه های مشابه از قطعه های اصلی در موزه های دیگر باشد. آشوری ها یکی از قدیمی ترین اقوام سامی هستند که نقش بسیار بارزی در تمدن بین النهرین و خاورمیانه ایفا کردند، به طوری که نام بسیاری از شهرهایی که زمانی محل حضور آنها بوده همچنان در عراق، سوریه و غیره باقی مانده است، مانند اربیل که به نام چارخدایان مطرح بوده یا ارومیه شهر آب و امروزه آنها اقلیتی مسیحی در خاورمیانه به شمار می روند. ادامه می دهیم برنامه آن سوی خبر امشب را با تازه هایی از اطلاعات منتشر از جانی و جلاد داعشی که فریضه جدا کردن سر اسرا از تن را در قیمومیت خلافت اسلامی بر عهده داشت. نخست صحنه هایی از هراس افکنی و تهدیدات این جانی داعشی که با نام جان جهادی خوانده می شود و با انگلیسی بریتانیایی در سحاری سربران اسرا خطاب به جهان این گونه سخن می گفت، می بینیم شمایی از آن رو و برمی گردیم تا شرحی بیشتر آشکار کنیم. This is James Wright Foley, an American citizen of your country, of your people. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز پنجشنبه می نوشت که هویت یکی از اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی داعش که به جلاد لندن یا جان جهادی شهرت یافته بود مشخص شده است. به نوشته این روزنامه نام اصلی این فرد محمد انوازی بریتانیایی کویتی تبار و از اهالی غرب لندن است. پیشتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که انوازی که دارای مدرک عالی در رشته برنامه ریزی کامپیوتر است، یک بریتانیایی کویتی تبار و از خانواده ای ثروتمند و در غرب لندن زندگی می کرد. این در حالی است که پلیس لندن از هر گونه اظهار نظری در این مورد خودداری کرده است. ریچارد والتون یکی از فرماندهان پلیس مبارزه علیه تروریسم در لندن در بیانیه‌ای گفت در حال حاضر ما هویت کسی را مشخص نکردیم، لذا نمی‌توانیم اطلاعات جدیدی در این باره به کسی بدهیم. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت انوازی در سال 2012 به سوریه سفر کرد و در آنجا به داعش پیوست. انوازی یا جان جهادی اولین بار در اوت گذشته زمانی که ظاهراً در حال کشتن روزنامه‌نگار آمریکایی جیمز فولی بود در یک ویدئو دیده شد. وی سپس در ویدئوهای
بریدن سر استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار آمریکایی، دیوید هنز، امدادگر بریتانیایی، آلن هنینگ، راننده تاکسی بریتانیایی و عبدالهرمان کاسیگ، امدادگر آمریکایی معروف به پیتر، دیده شده بود. از جنایت داعشی در سرزمین عراق و شامات آن سوی خبر را به سویه های تازه ای از مشی داعشی در ایران میبریم و میخوانیم تازه ترین اظهار نظر نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها را که در تازه ترین استفتا و اظهار خواهان تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها آن هم چند روز یک بار شده است. یوسف طباطبایی نژاد، نماینده علی خامنه‌ای. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست رسانه‌ای در قم به برخی از انتقاداتی که درباره دولت او مطرح شده است پاسخ داده است. آقای روحانی در این نشست گفته است که ایران در مذاکرات بر سر برنامه اتمی مچ دشمن را گرفته است. چون این کار، این تحریم ناحق میدونیم، غیر قانونی میدونیم، ظالمانه میدونیم، ضد حقوق بشر میدونیم، این بهانه رو باید از دست اونا بگیریم. آمریکایی‌ها بسیار تاثیرگذار بودند در تحریم. وزرای خارجه قبلی اعلام کردند در مصاحبه‌هاشون اگر فشار آمریکایی‌ها نبود قطعاً ما با سه کشور اروپایی در پایان 2004 به توافق می‌رسیدیم و امروز هم اونا باید قدم‌های لازم رو در بازگشت از راه ناصحیحی که رفتن بردارن ان شاءالله. پس ما جوری داریم مذاکره میکنیم که اگر موفق شدیم، خب موفق شدیم، به هر حال یه حربه رو از دشمن گرفتیم. اگر ناموفق شدیم به گونه ای باشه که دنیا قضاوت کنه طرف مقابل ما مقصر. سخنان آقای روحانی در حالی بیان میشد که همزمان با نشست او قوه قضاییه دو سایت خبری نزدیک به او را توقیف کرد. توقیف این دو سایت به دلیل انتشار اخباری مربوط به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. آقای روحانی نیز در پیامی به آقای خاتمی در گذشت خواهر او را تسلیت گفته بود. روزنامه ایران که روزنامه دولت ایران است، در آغاز از انتشار پیام آقای روحانی سر باز زده بود. اکنون سایت جماران که از چند سال پیش وظیفه پوشش اخبار سید حسن خمینی را بر عهده دارد توقیف شده است که طی هفته‌های اخیر مصاحبه‌های متعددی را با چهره های حامی دولت منتشر کرده بود. این سایت همچنین پوشش گسترده‌ای به اخبار و تصاویر سید محمد خاتمی می‌داد. سایت بهار نیوز نیز در زمره پایگاه‌های خبری با گرایش اصلاح طلبی به شمار می‌آمد. در چنین شرایطی سفر آقای روحانی به قم نوعی تلاش برای جلب حمایت مراجع از دولت به شمار می‌رود. حسن روحانی که شامگاه پنج شنبه و در پایان سفر خود به قم سخن می گفت به تحول در زمینه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت امروز روابط ایران با همسایگانش به غیر از یکی دو کشور فوق‌العاده گسترش یافته و روابط ما با همسایگان شرقی و غربی و شمالی و جنوبی کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و در بعضی موارد حتی بیش از دو برابر شده است. احتمالاً اشاره آقای روحانی از همسایگانی که روابط با آنان گسترش نیافته کشورهای آذربایجان و ترکمنستان است. در ماه‌های گذشته فضای سرد بر روابط ایران با آذربایجان و ترکمنستان حاکم بوده است. آقای روحانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام آمارهای متناقض درباره کاهش تورم گفت آمار اعلامی کاملاً شفاف است. البته اختلافات جزئی بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاه‌ها کاملاً در چارچوب کار خودشان عمل می‌کنند و هرگز دستوری عمل نمی‌کنند. وی تصریح کرد دولت بر اساس وعده‌هایی که داد تورم را قدم به قدم پایین آورده و با وجود آنکه قول ما این بود که تا پایان سال 93 تورم به زیر 25% درصد برسد، امروز تورم زیر 16% درصد است
که این توفیقی بزرگ برای دولت به حساب می آید. آقای روحانی در پاسخ به نگرانی ها درباره تأثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه کشور گفته است کاهش قیمت نفت نمی تواند در بلند مدت ادامه پیدا کند و این روند درست می شود. آقای روحانی که یکی از اهداف سفر خود به قم را برقراری رابطه نزدیکتر میان دولت و مراجع اعلام کرده بود، همچنین بر ضرورت یافتن راهی برای برقراری رابطه نزدیکتر دولت با مراجع تأکید کرده است. تحریک کردن مراجع قم به مخالفت با برنامه‌های فرهنگی دولت همواره یکی از شیوه‌های مرسوم تندروها علیه دولت بوده است. آقای روحانی گفته است برای ارتباط دولت با حوزه علمیه با این عظمت قطعا نیاز به ارتباط سیستماتیک داریم. البته معمولا وزرا و دیگر اعضای دولت با فواصل چند هفته یک بار به قم می آیند و با مراجع و علما دیدار می کنند که قبول دارم کافی نیست و ما نیاز به راهی برای ارتباط نزدیکتر داریم. میلیون ها زائر در طول سال میان قم، مهمه، باید از قم حمایت بیشتری بشه، مشکلات قم باید حل و فصل بشه. رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده است که رابطه دولت با مراجع و کل حوزه های علمیه مستمر و گسترده باشد. دادستان عمومی بحرین روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه اعلام کرده است دادگاهی در این کشور سه شهروند شیعه را به اتهام قتل سه مأمور پلیس به اعدام و هفت نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان عمومی بحرین همچنین اعلام کرده است که تابعیت بحرینی محکومان نیز لغو شده است. این افراد متهم به دست داشتن در انفجاری هستند که در بهار سال گذشته در یک روستای شیعه شین رخ داد. در آن انفجار سه مأمور پلیس از جمله صدفان محمد طارق شهی از امارات متحده عربی کشته شدند. پیشتر مقام‌های بحرین اعلام کرده بودند که محمد طارق شهی از نیروهای سپر جزیره بود که بر پایه توافقنامه همکاری امنیتی مشترک میان کشورهای عربی خلیج فارس تشکیل شده است. نیروهای نظامی از سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت در سال 2011 و به دنبال اعتراضات گسترده شیعیان برای مقابله با این اعتراض‌ها به این کشور گسیل شدند. پیشتر اعلام شده بود که این نیروها مقابل ساختمان‌های مهم دولتی و مرزها مستقر هستند. اما کشته شدن افسر اماراتی نشان از احتمال حضور دستکم شماری از این نیروها در مقابله با معترضان دارد. حدود 4 سال پیش اعتراض‌های شماری از شیعیان بحرین با خواست برقراری نظام پادشاهی مشروطه آغاز شد. این در حالی بود که پادشاه بحرین پس از به قدرت رسیدن با لغو نظام امارت و برقراری پادشاهی مشروطه اقدامات گسترده‌ای را در راه آشتی ملی و تضمین حقوق شهروندی برای همه بحرینی‌ها همراه با اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی آغاز کرده بود. شماره کثیری از مخالفان شیعه دولت بحرین که در تهران، قم، لندن و دمشق علیه کشورشان فعالیت می‌کردند، از جمله علی سلمان رهبر جمعیت وفاق که خواستار سرنگونی نظام بود و دکتر مجید علوی و منصور الجمری به کشورشان بازگشتند. آقای سلمان به پارلمان راه یافت و فراکسیون 18 نفره در پارلمان 42 نفره تشکیل داد. آقای دکتر علوی وزیر کار شد و منصور جمری نشریه الوسط را منتشر کرد. با این همه حضور شماری شیعه افراطی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شدند در تظاهرات سرانجام کار را به خشونت کشاندند. از آن هنگام تا کنون هر از چند گاهی معترضان اقدام به برگزاری تظاهرات می کنند. جنگ و گریز میان نیروهای امنیتی و جوانان معترض در مناطق شیعه نشین نیز تقریبا به طور دائمی ادامه دارد و با آنکه حزب وفاق انتخابات را تحریم کرد اما بخش بزرگی از شیعیان در انتخابات پارلمان شرکت
حرکت کردند. ولیعهد بحرین که جوانی تحصیل کرده بریتانیا و علاقمند به تحقق مصالحه ملی است، از چند ماه پیش مذاکرات بی سر و صدایی را با رهبران دینی و فکری شیعیان و نیروهای چپ و ملی برای دستیابی به تفاهم را دنبال می کند. اما هر بار که امیدی به مصالحه پیدا می شود، حامیان جمهوری اسلامی و دستپروردگان سپاه قدس با آشوب و حمله به اماکن دولتی مانع از تحقق آشتی ملی شدند. دولت ایران بار دیگر طرح جنجال برانگیز اتصال دریای خزر به خلیج فارس را مطرح کرده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، صبح روز پنج شنبه در سومین اجلاس هماندیشی دریای خزر گفته است، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در حال مطالعه و امکان سنجی طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس است. آقای بروجردی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی و برنامه‌ریزی شده اتصال دریای خزر به خلیج فارس گفت، این ایده از یک پشتوانه و تجربه جهانی برخوردار است که می‌تواند یک تحول زیست محیطی عظیم در مناطق کویری کشور ایجاد کند. وی گفت تجربه چین در ایجاد یک کانال 1300 کیلومتری از جنوب به شمال این کشور و تجارب جهانی نشان دهنده این مهم است که این دیدگاه به واقعیت عملی نزدیک است. به گفته آقای بروجردی، قرارگاه خاتم با تشکیل کارگروه‌هایی در حال مطالعه و امکان سنجی پروژه است و با توجه به توانمندی قرارگاه خاتم، اگر این هدف در کشور محقق شود، با توجه به آثار زیست محیطی می‌تواند تحولی در حمل و نقل دریایی نیز ایجاد کند. بروجردی با اشاره به اینکه حجم آب دریاچه خزر با 77000 کیلومتر مربع 9 برابر حجم خلیج فارس است گفت، همه ی ویژگی ها به علاوه منابع سفره های فسیلی و خاویار و همسایگی با 4 کشور شمالی این دریاچه را به منبع عظیم ثروت تبدیل کرده است. این در حالی است که ناصر کرمی، اقلیم شناس و از سرشناس‌ترین پژوهشگران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست ایران که اکنون در دانشگاه برگن نروژ در حال تدریس است، نسبت به این سخنان علاءالدین بروجردی واکنش نشان داد. وی اظهار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید طرح اتصال خزر به خلیج فارس رسما کلید خورده و به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده است. من قبلا هم مطالب مفصلی در این باره نوشتم. دریای خزر 30 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد و متوسط کمترین ارتفاع دشتهای مرکزی ایران 650 متر و متوسط ارتفاع این مسیر حدود 1100 متر است. در یک فاصله 1500 کیلومتری. اما مسئله این نیست که طرح مطلقاً توجیه فنی ندارد. مسئله این است که به فرض اجرا احتمالاً ابلهانه ترین پروژه مهندسی تاریخ بشر خواهد بود، زیرا با این همه هزینه این آب بیاید آنجا که چه بشود؟ نه امکانی برای تغییر اقلیم دارد و نه میتوان با آن کشاورزی کرد و نه توجیه حمل و نقل دارد. کار از بلاهت گذشته. این یک کلاهبرداری، شیادی و دزدی کثیف است. اگر یک ریال هم به این پروژه تخصیص یابد، به واقع عاملان انگار از دیوار مردم بالا رفتند، عاملانی که روزگاری قرار بوده از دیوار مردم محافظت کنند. گفتنی است چندی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد که این نیرو مایل به اخذ قراردادهای اقتصادی پایین تر از 100 میلیون دلار از سوی دولت نیست. طرح احداث کانال اتصال دریای خزر به خلیج فارس از سالهای دهه 30 خورشیدی مطرح بوده است. کارشناسان طرح‌هایی برای ساخت این کانال از مسیرهای مختلف ارائه کرده‌اند. ساخت کانالی بن‌بست از دریای خزر به کویر لوت نیز مطرح شده است. همچنین برخی کارشناسان از متصل کردن دریای خزر به دریاچه ارومیه دفاع می کنند. این طرح اگرچه تاکنون به طور رسمی مطرح نشده است، اما مخالفان و موافقانی دارد.
موافقان به درآمدهای سرشار ناشی از انتقال نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها از آسیای میانه به خلیج فارس و تغییر و بهبود آب و هوای ایران بر اثر ریزش‌های ناشی از تبخیر آب کانال و جلوگیری از ادامه روند کویری شدن ایران اشاره می‌کنند. مخالفین نیز به غیر عملی بودن این طرح با توجه به اختلاف سطح آب دریای خزر نسبت به آب‌های آزاد، احتمال زیر آب رفتن زمین‌های شمال کشور، مشکلات عبور از رشته کوه‌های البرز، ناتوانی دولت جمهوری اسلامی در اجرای طرح‌هایی به مراتب کوچکتر از این اشاره می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سفر غیررسمی به ترکیه آمده تا در مراسم چهارمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق ترکیه شرکت بکنه. این سفر به دعوت انجمن پروفسور نجم الدین اربکان صورت گرفته. طبق برنامه اعلام شده احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی رو خواهد داشت و همینطور در این سفر دیدارهایی رو هم با برخی شخصیت‌های مذهبی و دانشگاهی در ترکیه خواهد داشت. البته پیش از این مراسم اشاره بکنم که احمدی نژاد به دعوت رئیس جمهور سابق ترکیه آقای عبدالله گل به دفتر او رفت و دیدار یک ساعته هم با آقای عبدالله گل داشت. این در واقع نخستین سفر خارجی احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری او هستش. همچنین در سفر سه روزه احمدی نژاد به ترکیه برخی اعضای کابینه سابق و مشاوران او از جمله ثمره هاشمی، غلام حسین الهام و جواد شمقدری او رو همراهی میکنند. اما در ارتباط با این سفر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه یک سفر شخصی هستش و در این رابطه ایشون هماهنگی با وزارت امور خارجه و یا سفارت ایران در آنکارا صورت نگرفته. مراسم چهارمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان جمعه 8 اسفند با حضور برخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در شهر بورسای ترکیه برگزار میشه. نجم الدین اربکان که از او به عنوان بنیانگذار اسلام سیاسی در ترکیه یاد میشه، در دوران کوتاه زمامداری خودش در ترکیه متهم به دخالت دادن دین در حوزه سیاست شد. او نهایتاً با فشار ارتش ترکیه مجبور به استعفا شد. اربکان سال 2011 در سن 84 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. اما به یک خبر کوتاه هم اشاره بکنم. در پی حمله تروریستی روز گذشته طالبان به خودروهای زرهی ارتش ترکیه در کابل، وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله خواستار دستگیری فوری عاملان این حادثه شده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در واکنش به این حمله گفته که عزم ما برای تامین امنیت در افغانستان جدی هستش. ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فرماندهی نیروهای بین‌المللی هماهنگی تأمین امنیت افغانستان موسوم به ایساف رو در این کشور بر عهده داره. در حمله روز گذشته طالبان به نیروهای ترکیه در کابل یکی از محافظان سفیر ترکیه در کابل کشته شد. اگرچه طالبان مسئولیت این حمله رو پذیرفته اما تاکید کرده که هدف حمله اونها نیروهای آمریکایی بودن نه نیروهای ارتش ترکیه. سخنان تازه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران احتمالاتی را تایید می‌کند که پیش از این درباره تغییر برنامه تولید انرژی اتمی در ایران مطرح شده بود. علی اکبر صالحی گفته است توسعه راکتورهای کوچک اتمی مثمر ثمرتر خواهد بود. این سخنان آقای صالحی پس از مذاکرات او با وزیر انرژی آمریکا مطرح شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اخیر خود با وزیر انرژی آمریکا در ژنو گفته است در این جلسه مسائل فنی را که با نوعی بن‌بست روبرو شده بود مرور کردیم. آقای صالحی گفته است خوشبختانه نتایج خیلی خوبی گرفتیم و قدم‌های بلندی برداشتیم. البته هنوز مواردی هست که باید مورد بحث قرار گیرد. به گفته دوشنبه هفته آینده ادامه مذاکرات در این باره میان دو طرف در سوئیس برگزار می‌شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای ابعاد فنی، حقوقی و سیاسی دارد گفته است در مذاکرات فنی هم باید منافع خود را حفظ و هم سعی کنیم نگرانی‌های ساختگی طرف مقابل را به شیوه فنی برطرف کنیم. آقای صالحی همچنین از راهبرد توسعه راکتورهای کوچک در کشورها به عنوان ابتکاری در جهت سرمایه‌گذاری اندک و سوددهی بالا نام برده و گفته است وزیر انرژی آمریکا گفته که آنها هم همین راهبرد را دارند. وی با بیان اینکه ساخت راکتور 1600 مگاواتی هزینه معادل 15 میلیارد دلار دارد گفته است این در حالی است که ساخت راکتورهای کوچک 50 تا 100 مگاواتی هزینه به مراتب کمتر می‌خواهد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 این هفته در حالی در شهر ژنو سوئیس و با حضور سران بخش انرژی دو کشور برگزار شد که طرفین پس از گفتگوها ارزیابی نسبت مثبتی ارائه و عنوان کردند که پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما همچنان راه زیادی تا توافق وجود دارد. دور بعدی گفتگوها دوشنبه هفته آینده بار دیگر در سوئیس برگزار می‌شود.